کسایی که مخالف از کارت سرخ. از میان 150 عضو حاضر در نشست روز چهارشنبه مجلس، با استثنای 4 تن همه به تسلیم بازنگری پیمان امنیتی رأی مثبت دادند. هر پروتکل که جنبه تطبیقی نداشته باشد ماهیتا قابل لغو است. بناهن قابل تجدید نظر می باشد. پارلمان به خاطر منافع اولیای کشور در الغای آن تصمیم بگیره. دغه امنیتی تړون او غواړی دا رد کړي چې د ټولو مشکلات څخه خلاص وو. اکنون به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان وظیفه داده شده است تا کار را روی روند بازنگری پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا آغاز کند. با کمیسیون روابط خارجه و دفاعی و تمامیت ارضی راجع میشه در مورد اینمی پیمان امنیتی تصمیمتان بگیرین. اکثریت کارتای سبز بازنگری باید صورت بگیره. پیمان امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی در کابل امضا شد. در ماده 26 این پیمان درباره تعدیل و فسخ این سند گفته شده است که با توافق کتبی دو طرف با تبادل یادداشت دیپلماتیک این پیمان قابل تعدیل است و همچنان برای فسخ آن نیاز است که یکی از طرفها دو سال پیش طرف دیگر را با اطلاع کتبی آگاه سازد.